برشک مهسا نقطه آغاز این چیزی هست که ما الان باش روبرو هستیم. چقدر با خود مهسا ارتباط برقرار میکنید و فکر میکنید که این جریان، این اعتراضات، این خیزش، این جنبش به کدوم سمت میره؟ یک زمانهای وجود داره اونطور که عرفا میگن در یک نقاط و موضوعات خیلی خاص اون توجه الهی شامل حال یک مردم، یک دولت، یک کشور، هر کسی حالا میتونه بشه. من فکر میکنم که قتل ظالمانه این دختر جوان همون لحظه دعاهایی بود که تمام این زنان در این 40 سال گذشته، این نفرین ها، این ناله ها، این آدمایی که کشته شدن در زندان ها، این مردمی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، من و شمایی که آواره شدیم، ماهایی که خارج از کشور به زور اومدیم داریم زندگی میکنیم، یه وقتی همه میپرسن که این نفرین به اینا چیزی نمیشه. نه، میشه. و این آه، این ناله این ملت در این 40 سال ما میتونیم بگیم که واقعا تبلورش در از دست رفتن یک زندگی جوان و زیبا مهسا امینی بوده. بله، ایشون نقطه آغاز بوده و داریم میبینیم که تمام اون خشم خاموش، تمام اون وحشت و ترسی که ملت داشتن به یک باره قلیان پیدا کرد، اومده بیرون و امروز داریم میبینیم که در تمام نقاط کشور این خیزش به وجود اومده، در تمام نقاط کشور همبستگی ملی ایجاد شده، اون چیزی که سعی کردن اون رو هم دچار افتراق بکنن و ملت از هم جدا بشن. امروز مردم برای سیستان و بلوچستان به همون اندازه غمگین هستن که برای کشته شده تهران. و این نقطه عطف و این بدعتی که گذاشته شد، من مطمئن هستم و مردم داخل ایران بهتر میدونن که فکر نمی‌کنیم براش هیچ پایانی باشه.